فقط عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو تو قلبمه، دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو اینم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشام همش به راته، خدا به هم نگاه کن، امیدم به نگاته. دلم دست به دعاته، چشام همش به راته، خدا به هم نگاه کن، امیدم به نگاته. ای دوست بیا راحت این قلب حزین باش، تو نور جهانی به دلم جایگزین باش. وقتی که به ظلمت گردیده گرفتار، وقتی مددکار عاجز شده از کار، وقتی ز عصیان بر من شده دشوار، بازا و نجاتم ده و هم رهبر و هم دین قوت خداوندم باش. با درود خدمت یاران عزیزانی که در خارج از ایران هستید، ایران هستید، به شما عزیزان درود میفرستم. همون گونه که میدونید برنامه عمده جاودان در این وقت برنامه زنده است. به طور خاص عزیزانی که روی فیسبوک هستید میتونید ما رو شیر کنید از همین الان با دوستانتون، چرا که در طول برنامه گذشته از اینکه در تو با کلام خداوند که امید دهنده زندگی ما هست صحبت خواهیم کرد، همچنین درباره ایران صحبت میکنیم، مهمانان عزیزی رو خواهیم داشت از اروپا که با عزیزان صحبت خواهیم کرد و مسلماً باعث برکت برای شما و همچنین آگاهی خواهد بود برای ادامه حیات زندگی و همچنین اهداف بزرگی که داریم. یکی از اهداف بزرگ ما این هست که ایران عزیز ما نجات پیدا کنه از دست این نظام اسلامی که 40 سال هستش که تحت ظلم و ستم هست و میدانیم که به هیچ وجه رضایت به این نمیدن، حتی پوزش بخوان، توبه کنن، کنار برن، چرا که تصور شاید خیلی از هموطنان عزیز ما این باشه که همون گونه که 40 سال پیش مردم اعتراض کردن و محمد رضا شاه فقیه که اون نجابت رو داشت و حقیقتا یک ایرانی اصیل بود و مردم دوست بود، ایشون اعتراض مردم رو شنید و حتی اومد اعلام کردش که من صدای انقلاب شما رو شنیدم و در ذهنش و فکرش و سخنش این بود که اصلاحیاتی انجام بشه. اما متاسفانه این توطئه جهانی بر علیه کشور عزیز ما، به طور خاص این ایدئولوژی اسلامی، اجازه این رو نداد که ما درک کنیم فرمایشات محمد رضا شاه رو تا در این مسیر بتونیم قدم‌های درستی رو برداریم و تو این اسارت که الان هستیم نباشیم. و امروز هم گاهی مردم این گونه فکر میکنم، میگم میشه ما شب بخوابیم صبح بلند بشیم ببینیم جمهوری اسلامی رفته؟ هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد. رویای خوبیه، آرزوی خوبیه، اما هموطن عزیزم برای داشتن آزادی باید تلاش کرد. اول باید قدرش رو دانست، وقتی قدرش رو دانستیم باید آگاه بشیم که چگونه به آزادی برسیم و در این مسیر باید تلاش کنیم. نمیتونیم فقط آرزو کنیم که آزادی داشته باشیم، میباید در این مسیر تلاش کرد و شاهد بر این هستیم که در طول این 40 سال چه جانها که متاسفانه نظام اسلامی گرفت از ایرانیهای دلیر، ایرانیهای غیور، ایرانیهای دلسوز که مبادا باعث آگاهی دیگران بشن. از میشه گفت نوجوانان 12-13 ساله اینها تو زندان بردن، اعدام کردن، تا حتی افراد خیلی پیر رو، حالا چه زن و چه مرد رو، اینها کشتن مستقیم و غیر مستقیم و مجال اینو ندادن که بتوانن صدا و فریاد آزادی باشن. درود میفرستم خدمت برادر عزیزم بهروز جان که لطف کردن با ما هستن تا بتونیم در کنار هم دیگه از کلام خدا برکت بگیریم و این برکت رو به منازل شما برسونیم و همچنین بتونیم با کسایی که در طول برنامه صحبت داریم بتونیم اون آگاهی و اون برکت رو به منازل شما بیاریم. بفرمایید. با سپاس از شما
منم درود میگم به همه هموطنانم، هموطنان عزیزم در ایران و در سر تا سر دنیا، که همه عاشقانه ایران رو دوست داریم، همدیگر رو دوست داریم، عاشق همه در واقع میشه بگی بشریت هستیم. قلبمون برای اون عزیزی که در عراق در مشکل و مصیبته میتپه، برای اون عزیزی که در یمن گرفتار مصیبته، و برای همه. و آرزو میکنیم که همگی حکمت خداوند داشته باشن و فقط با کمک خداونده که ما به نجات و رستگاری میرسیم و میتونیم هم زندگی خوبی اینجا داشته باشیم و هم به فیض خداوند در ملکوت آسمان. آمین 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 که با فیض خدا انجام میشه. پس میتونم از شما خواهش کنم یه دعای برکت برای هموطنان عزیزمون بکنید. هموطنان عزیز، کلام خداوند اعلام میکنه هرگاه دو یا سه نفر در نام عیسی مسیح هر آن چه بخواهند خدا به آنان خواهد داد. شاید تصور شما این هستش که برای بعضی از موضوع دعاهایی داریم میکنی انجام نشده. امروز اگر بخشد حتما در کنار برنامه‌هایی که داریم در این رابطه هم صحبت خواهیم کرد که چرا دعاهای ما اجابت نمیشه. به طور خاص ما داریم برای سرنگونی نظام اسلامی دعا میکنیم، هنوز گویا انجام نشده. درسته که دلگرم میشیم اتفاقایی افتاده، اما چه اتفاقی میفته که مانع میاد، موانعی میاد که اجازه نمیده ما اجابت دعاهای خود رو ببینیم. اما ایمان داریم که خداوند وعده‌ای که داده وعده پایدار هست. پس خواهش میکنم وقتی بعدم به روزای دعا میکنه برای شما عزیزان، برای کشور عزیزمون ایران، نسبت به اون موضوعی که امروز تو رو خسته کرده، نگران کرده، میترسونه، افکارتو مشغول کرده، با دعای برادرم متحد شو و با ایمان دریافت کن هیچ قدرتی، هیچ نیروی از سمت ما به شما نمیاد. این قوت و این قدرت الان کنار تو هست و اون خدای زنده تو هست. بفهم کشم خداوند شکر میکنم که تو جسم تک تک ما را انتخاب کردی و در وجود تمام ایمانداران خداوند هستی. خداوند میطلبم که حضور تو برای همه انسان ها باشه. خداوند همه اونهایی که مشتاق تو هستن خداوند بتونن حضور تو رو در وجود خودشون حس بکنن. آمین. و پی ببرن به این که خداوند تو در کنار اونها هستی. خواهش میکنم خداوند شرایط ایران رو به حضورت میارم. این بی برکتی که در ایران و در منطقه خاورمیانه هست خداوند، به قدرت نام تو خداوند این بی برکتی از اون منطقه برداشته بشه. خواهش میکنم به قدرت نام تو خداوند هر چیزی که از شیطان در اون منطقه میشکنیم و میبندیم خداوند در نام عیسی مسیح. خداوند ایمان داریم که وعده هایی که دو در کتاب ارمیا دادی، در کتاب اشعیا دادی، همون طور که انجام شده ما بقی انجام خواهد شد. خواهش. و ما ایمان داریم که اتفاقات خیلی خوبی در آینده خواهد افتاد و مردم به اون آزادی که نیازشون هست خداوند، حق طبیعی که تو بر اونها در نظر گرفتی خداوند خواهند رسید. آمین. خداوند در حال حاضر تموم اون ناراستی هایی که در جسم افراد هست، هر نوع بیماری که هست که خداوند از تو نیست و از رفتار و کردار خود انسان، انسانی که در سلطه شیطان متاسفانه، اونها رو خداوند میطلبم که تو برداری. خواهش. همچنین خداوند سفره هایی که الان در ایران خداوند خالیه و حقیقتا مشکل دارن مردم برای این که خداوند تو خودت برطرف کن همه این مشکلات را. خواهش. در نام عیسی مسیح، مسیح خداوند. آمین 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 که با ایمان دریافت میکنیم. ایمان داریم. سپاسگزارم. همه ما فرزندان خدا، یک آمین. باری روی دلمون هست و باور کن این کار روح القدس هستش. گاهی عزیزان من میگم بعد از شما منیوه وقتی خودت یک کشیش کلیسا هستی، حالا یک کلیسا یک صد خورده جمعیت دارن، خودش مشغولیت هایی رو میاره. بالاخره یه روز باید به یکی مشورت بدی، یه روز یه مشکل برای اون خانواده ایجاد میشه، یه روز باید جلسه ای بذاری در رابطه با جوانان، در رابطه با زوجها، و این همه مشغولیت. حالا با ول کن دیگه، چه کار به سیاست داری؟ و تنها جواب من این هستش که خیلی دوست دارم، منم فکر نمی کردم درباره ایران، خیلی دوست داشتم، منم بی تفاوت بودم، خیلی دوست داشتم، منم توجیه میکردم، حزقیال 38 رو میخوندم، میگفتم نه ایران باید حمله کنه به اسرائیل مطابق این. بعدن تازه ایلام هم که این ایلام نیستش، ولی چه کنم وقتی که این بار و روح القدس در قلب
فرزندان خدا قرار میده و اونها رو پولس رسول میگه من اسیرم، مثل یک اسارت میگیره که ما اندیشه کنیم برای مردمانی، برای شخصی، برای ملتی، برای اون موقعیتی که خدا میخواد از ما استفاده کنه تا اون افراد برکت نجات رو بگیرن. و دیگه اونجا من نمیام فکر کنم که برفرض میگیرم توی خیابون دارم رد میشم، یک شخص افتاده و ناتوان و مریضه، همه میگن دکترها جواب کردن این میمیره، دکتر گفته امروز این میمیره، من بیام بگم خب دکتر که گفته این میمیره، من دیگه کارش نداشته باشم، براش دعا نکنم، کمکش نکنم، و من نمیتونم این گونه فکر کنم. خیلی حسن، امیدوارم به عزیزان بر نخوره، اما برم خورد اشکال نداره، یه خود بهتون بر بخوره بیدار شید، که اعلام میکنید حزقیال 38 میگه که باید ایران و کشورهای دیگه حتما به اسرائیل حمله بکنن مطابق اون پیشگویی، پس دیگه ارمیا 49 هیچ مفهومی نداره. متاسفم برای شما عزیزان، اگر شما این گونه فکر میکنید یعنی مانند کسی هستید که شخص مریضی رو تو خیابون میبینید، دکتر جواب کرده، و چون دکتر جواب کرده شما بی تفاوت هستید. من امروز دارم میبینم، بهروز همچنین، عزیزانی که کنار من ایستادن، عزیزانی که مثل من فکر میکنن به عنوان خادمین، کشیشا، ما امروز داریم درد و رنج مردم رو میبینیم، ما کاری نداریم، خدای شکر برای کلام خدا. اگر قرار بود که ما فقط کلام رو بکنیم تو اون کلام، میشدیم همون فریسیه، نگاه نمیکنه بیرون چه خبره. لذا یک ایماندار مسیح میباید نگاهش به دنیا و اخبار دنیا باشه و نگاهش هم به کلام باشه، نباید همش کلش بکنه تو کلام. تو کلام نوشته ایران بر فرض مثال میرسه به جایی که همه چیز نابود میشه، خب من بگم به من چه مربوطه دیگه، اصلا کاری نداشتم. من تا نمیخوام از نظر ناسیونالیستی فکر کنم، چون کسایی که اینگونه فکر میکنن حس وطن دوستی ندارن، حسشو ندارن، کسی حس وطن دوستی. و ببخشید اینم یک تحمیله که میگن ما بریم بشارت بدیم. تو میخوای به کی بشارت بدی؟ به مردمی که تو زندان هستن میخوای بشارت بدی؟ چگونه میخوای اونا رو بشارت بدی؟ پس برو تو ایران، برو تو زندانه که ایران زندانه، تو اونجا بشارت بده. اینجا پشت ویترین که خیلی راحته، مثل من بیام اینجا هر چی بگم، من هر چی بگم کسی با من کاری نداره، کسی جرئت نمیکنه با ما کاری داره. درسته تهدیدهایی میشیم، اما اون گونه نیستش که مثل ایران اومدیم اینور، حتی اینورم که اومدیم تو این آزادی، از این آزادی استفاده نمیخوایم بکنیم. نگاه میکنیم میبینیم دو نفر خادم، سه نفر خادم هستن برای ایران دارن سخن میگن، بعد میایم کتاب ارمیا رو توجیه میکنیم، ارمیا 49 رو میایم، حزقیال رو میاریم وسط. آره ایران با عزیز من، پس اون رحمت چی شد؟ کلام خداوند میگه من رحمت میخوام در ابتدا. پس بنابراین این صحبت از اون بغضی بود که برادرم کرد توی دعا، البته اومد که واقعا این بغض هست در ما نسبت به هموطنان، و این از روح القدسه. و خواهش میکنم خادمینی که هنوز ذهن و فکرتون رو نمیبرید برای مردم ما، برای آزادی ایران، و فکر میکنید نباید بگید سرنگون باد نظام اسلامی، هنوز مردم ما رو انقدر دوست ندارید، خواهش میکنم بیشتر برید در حضور خدا، اول توبه کنید برای این اشتباه و این گناهتون، و بعد از خدا بخواید. این خواندگی نیست، سر خودتون کلا نذارید، اعضای کلیساتون هم سرزنش و یا این گونه توجیه نکنید. به فکر مردم بودن، به فکر درد مردم بودن، به فکر رنج مردم بودن خواندگی نمیخواد عزیزان، باور کنید این خواندگی نمیخواد. اینها همون جملاتی هستش که ما خودمون میسازیم برای توجیهاتمون. این خواندگی نبود که مارتین لوتر کینگ باید از مردمش دفاع میکرد، اگه کسی کنارش نایستاد و دفاع نکرد که نمیتونه بگه اون خواندگی نداره. آقا این خواندگی نداره محبت، کلام خدا میگه برای محبت اول بکوشید، بعد میگه اون عطایا را با غیرت بطلبید. باز همه جا محبته. امروز هم دلسوزی ما نسبت مردم ایران، سرنگونی نظام اسلامی، این عزیزان محبت، درباره ایران صحبت کردن محبت، این اولویت عزیز من. ایران که آزاد بشه من و شما خبر خوش نجات رو بهتر به مردم میتونیم بیم. اما ما فقط داریم یه قسمت صحنه رو میبینیم توی ایران که عده‌ای هستن گرسنن، بچه های خیابانی توی زندان دارن افراد رو میکشن و افراد سیاسی رو میکشن، اذیت میکنن، مثل همین
آیه علیرضا شیر محمد علی رو که یک جوان 21 ساله رو توی زندان کشتن و هزاران مثل اینها رو. این یک قسمت صحنه است که اگر یک ایماندار مسیح، اگر یک خادم خدا اینو نبینه، چگونه میتونه اون ور صحنه رو ببینه که ایرانی ها دارن از خدا باوری میان بیرون، دیگه هیچ اعتقاد، هیچ باوری دیگه به خدا ندارن، دارن میرن توی باورهای دروغین. و تو هم وطن عزیزم نشستی میگی خدا رو شکر برای جمهوری اسلامی، خیلی خوب شد این جمهوری اسلامی هست، چون دارن مردم به مسیح ایمان میارن. خب از 1 میلیون چند نفر مسیح ایمان میارن؟ از 1 میلیون خیلی هم دارن از خود، از باور الهی دور میشن به خاطر اعمال و رفتاری که اینها به نام خدا کردن. بله. علیرضا هیچ شخص خلافکار رو نمیدونم یا قاچاقچی یا اینام نبوده. نه. ایشون فقط اعتراض کرده، در واقع سیاسی بوده و بایسته ایشون رو میبردن در قسمتی که سیاسی هستن، بنده ای که سیاسی هستن، ولی اینا در جایی نگهداری میکردن که خلافکارا هستن و همیشه شرایط رو جوری به وجود میارن افرادی رو که میخوان از بین ببرن با این صحنه سازی ها و توی یه همچین شرایطی قرار میدن که افراد از بین برن متاسفانه، و نمونه هاش هم بسیار بوده. متاسفیم که فعلا توی این شرایط هست، ولی اینطوری باقی نخواهد. بله بله. بعد از طرفی داریم میبینیم که این نظام اسلامی جنگای نیابتی درست کرده. الان این دوتا نفکشی که زدن، که در جریان حتما هستید، دوتا نفکش زده شد، اگه اشتباه نکنم برای عربستان هستش، در اصل نفتی بوده که اونجا می آوردن. خب اینها بازم اینا میرن، خب اینا همه کارهایی هستش که آسیب داره میزنه. اون نفتکشی هم که میزنن، انسان هم کشته نشده باشد، اون نفتی که جاری میشه توی اون دریا باعث مرگ و میر جانداران دریایی هم میشه. یعنی کلام خدا میگه، خدا به انسان گفت، به آدم گفت تو برو مواظبت کن از این باغ عدن، یعنی از این طبیعت تو مواظبت بکن. و اینها روحیه صلح ندارن. حالا این آقای ترامپ، اگر یا سیاست بوده آقای ترامپ که برای مذاکره داره صحبت کنه، نظر من یه سیاستی درستی ایشون داره میره، قلاب رو انداخته به دهنه اینها، هی شل میکنه، صفر میکنه تا ببره بالاخره بگیرتش یا گوشه رینگ بتونه اون رو، نظام اسلامی رو گرفتار بکنه. ولی شما ببینید که این آقای آباکی از ژاپن بلند میشه میره، نخست وزیر ژاپن، برای اینکه بتونه اینجا به عنوان یک واسطه، یک مذاکره ای رو ایجاد بکنه، خامنه ای علنا میگه ما نمیپذیریم. حالا البته اونها میدونیم که در پستو مذاکرات دوست دارن بکنن، اما علنی از مردمشون اینقدر روحیه جنگ دارن هرگز علنی. پس ما در برابر این نظام جنگجویی ایستادیم، نظامی که 40 ساله داره میجنگه. هموطنان، پس تو ایماندار عزیزم، امروز ما صحبتمون بیشتر با هموطنان عزیز است که به مسیح ایمان آوردید، چرا که تحمیلات کشیش ها کلیسه ها رو گوش نکنید لطفا. هر کشیشی خوشبختانه امروز ما داریم میبینیم کمتر خادمین هستند که مخالفت بکنن با روال ما، و افراد بیشتر کنار ما دارن میستن. اما خواهش میکنم اگر هستیم شروع کنید، اعلام کنید، بنویسید روی فیسبوکاتون، روی اینستاگرام اعلام کنید، سرنگون با نظام اسلامی، خودتون رو کنار قرار ندید، چرا که ما جلوتر از تمام اپوزیسیون باید باشیم برای آزادی ایران. نمیگیم حکومت مسیح، خیر، سکولاریسم هستیم، مانند سرورمون عیسی مسیح فکر میکنیم، اما ما باید جلو باشیم برای این مردم، برای نجات این مردم. اگر مطلبی شما ندارید بریم با همدیگه سرودی رو ببینیم. من نمیدونم آیا تصویری هم از آقای علیرضا شیر محمد علی داریم که داشته باشیم. سپاسگزار میشم که از همینجا تسلیت میگیم به ملت ایران و همچنین به خانواده این شیر دلیر درس که برای ایران ایستاده. برای اون
استفاده تمام شده من این جانب برزیز شیر محمد علی به جناب آقای برزان محمدی از تاریخ 23-12-97 تا امروز که 11-1-98 باشه اصلاب قضا کرده این چه ایچی که زندان یعنی این زندان در اینجا نیست زیرا در این زندان حقوق اولی مددجو که شامل امکانات رفاهی بهداشتی و درمانی می شود به ایشان تعلق نمی گیرد به چند را زندانی هایی بودند که به خاطر نبود این امکانات مددی جان خود را از دست دادند ما ناخواسته و به اجبار در این جایگاه قرار گرفتیم در این زندان حقوق انسان ها فاقد اهمیتی باشد متوجه به شعارهای آزادی بیان بیان و حقوق شهروندی انسان را به کدام مرجع باید حرفهای خود را اعلام کنید تا مسئولیت مربوط به آنها را برطرف نمایید چندین بار تاکنون اعلام کردیم اما رسیدگی نشده است ما به دلیل نبود همین امکانات و نداشتن که جنی در این اتصاب قضا کردن عوامل زندان و راستای آن سلامت جان ما هیچ اهمیتی برایشان نداره و حتی امروز شیفت فعلی افسار نگهبان رضا همفردی خیلی سریع به ما گفت که انتهای این اتصاب صدور گواهی خود است که البته این جمله از ایشان با توهین به خانواده ما همراه بود ما با کارهای این زندان و عواملش خسته و ناامید از اتصاب نمیشویم ادامه خواهیم داد که به نتیجه مورد نظر خود برسیم در پایان ما ساکت نمیمانیم زیرا زندگی در این تجمعات در شأن ما هست میدونم که در خدمت in ministry how heavy it is the cross چقدر سخته چقدر درد داره و معمولا اگه خدمت رو درست میکنی با تمام وجودت و جانت و زندگیت میکنی دلت میشکنه مثل که دل مسیح شکست برای اورشلیم برای انسانیت دل مسیح شکست برای همینه که وقتی ما میریم دنبال مسیح خادمین کسانی که شاید فقط درها رو باز میکنن و از همه بیشتر این کسانی که اینجا نشستن الان و دور تا دور دنیا این کشیشان دلشون شکسته و نمیتونن هیچ چیزی بگن زیر بار خدمت خدا برکتشون میده خدا بچه‌هاشون رو برکت میده خدا زندگیشون رو برکت میده ولی دلشون شکسته و برای همین میخواستم بگم خدا شما رو دوست داره تک تک شما رو دوست داره و هر جا بری هر کاری که بکنی برای خداوند برای مردم روح القدس با شما میشه و هیچ وقت شما رو نمیذاره تنها و قوت خداوند در شما هست و در تاریکی نور مسیح با شما هست نترسین خداوند با شماست من فرصتی داشتم در زندگیم الان 26 سالمه که دختر یک کشیش بشم خیلی چیزا دیدم که بابا چقدر سخته چقدر خسته است و وقتی یه روز رفتم یه پارکی همیشه گیتارم هم با خودم میبرم که یه وقتی کوچیکی با خدا من داشته باشم شروع کردم فکر کردم درباره بابام اول شروع کردم برای خداوند نوشتم برای خداوند احساس دوری میکردم از پدرم پدر آسمانیم بعد پدر جسمیمو به یاد آوردم و شروع کردم نوشتن برای پدر جسمیم پس این سرود خیلی عزیزه برای من The verse is for my father in heaven The chorus is for my father here on earth So, just to encourage him This song I dedicate to Pastor Edmund Sarkisian, the son of the living God. فکرم فقط با توست همیشه قلبم بدون تو شکسته روحم دور از تو خاموشه هر آرزو بدون تو نمیشه هستم در این دنیا یک مسافر هر جا روم
دلم نمیشه ساکن، تنها در کلامت هست شفا، تنها امیدم در تو سی خدا. با درود مجدد به هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، سپاسگزارم از اینکه اجازه میدید مهمان منازل شما خوبان باشیم. مهمان بسیار خوب و مهمان دلیری داریم که هرچند از ایران اومدن بیرون اما به فکر ایران هستن و برای ایران اندیشه میکنن. درود میفرستم خدمت بانو سپیده سامی در نروژ. سپاسگزار هستم که دعوت ما رو بانو سپیده پذیرفتید از نروژی که فکر نکنم الان سرد باشه، درسته؟ الان باید آب و هوا اونجا خوب باشه. منم عوض بذارم از شما که این فرصت در اختیارم قرار دادید. نروژ هواش خیلی ثابت نیست، امروز یکم خوب آجان. خدا دعا میکنم که قوت خدا باشه با شما. میدونم که کشور بسیار زیباست، اگر اشتباه نکنم به عنوان کشور هزار دریاچه اونجا معروفه، درسته؟ درسته، تابستون بسیار زیبایی داره. بله. خدا رو شکر، خدا رو شکر. خب بانو سپیده عزیز، ما متوجه شدیم که شما با اون دل زیبایی که برای هموطنان عزیزمون دارید و از آنجایی که دل پری هم مثل همه ما از این نظام اسلامی دارید، شما نمایشگاهی رو طراحی کردید و توانستید در شهرهای نروژ گویا این نمایشگاه داشته باشید. نسبت به جنایاتی که در ایران در از نظام اسلامی به مردم تحمیل شده، سپاسگزار میشم که در این رابطه بفرمایید و انگیزتون رو هم بگید که با چه انگیزه ای این فعالیت بسیار خوب انجام دادید. درست، من
فکر میکنم جولای ماه سال گذشته بود که وزیر شیلات سابق نروژ به ایران سفر کردن و این سفر با حاشیه‌ای همراه بود. وقتی که ایشون برگشتن بود ماهی نروژ و تلویزیونش خیلی در مورد ایران شروع کردن به صحبت و نوشتن و مردم نروژ صحبت کردن که در صحبتهایی که من خبری از دوستان داشتم متوجه شدم که اطلاعات دقیقی از اینکه تو ایران چی میگذره ندارن. بیشتر یه مسائل کلی میدونن و همین به من این فکر رو داد که یه طوری وظیفه خود دونستم که به عنوان یک ایرانی رابطه برقرار کنم با مردم و بگم که با من چی میگذره در کشور ما. و هدف من از نمایشگاه این بود که با مردم کشورهای دیگه ارتباط برقرار کنم و اینکه بگم چرا ما ایرانی ها مجبور میشیم ترک کنیم کشورمون رو و اینکه با جنایات این رژیم رو نشون بدم به مردم. و همین رو که میدونم هر سال در افتانه انقلاب اینا جشن میگیرن و در این جشناشون از دستاوردهایی صحبت میکنن که هیچ کدوم واقعی نیستن. و همین دلیل نمایشگاه هم رو گذاشتم دستاوردهای انقلاب اسلامی که بگم اینها دستاوردهای واقعی این رژیم هستش. برابو. الان تصاویرش داره پخش میشه از زحماتایی که شما کشیدین داره تصاویرش و فکر کنم ویدئویی هم باشه که اونم در ادامه نشون میده. بله. اگر موافق هستید میخواید بریم ویدیو رو هم ببینیم. بله. از یاسر عزیزم سپاسگزار هستم برای تصاویری که نشونه. اگر براتون مقدور هست بریم این ویدیو رو ببینیم نسبت به اون نمایش هایی که موقعیتی که درست کردن بانو سپیده. برمیگردیم و با ایشون خواهیم بود. درود بر شما. من سپیده هستم، به همراه مادرم در نروژ زندگی میکنم. ما حدود 3 ماه روی یک نمایشگاه با عنوان دستاوردهای انقلاب اسلامی کار میکنیم. نمایشگاه از تاریخ 8 تا 10 فوریه در نروژ باردو اوور باردو کامپل برگزار میشه که اسم این نمایشگاه هستش دستاوردهای انقلاب اسلامی. و میدونید که در چنین روزهایی هر سال رژیم سعی میکنه یه سری دستاوردهای غیر واقعی رو به مردم ارائه بده و به دنیا ارائه بده که من تصمیم گرفتم که بخشی از دستاوردهای واقعی رژیم رو تا جایی که از دستم برمیاد نشون بدم. این نمایشگاه از لحظه ورود خمینی و انصارش شروع میشه که با کیسه های خالی برای پر کردن کیسه هاشون وارد میشن و زنجیر در دست آیت الله وجود داره که برای به زنجیر کشیدن مردم اومده. و نمایشگاه رو با ترویج جهل و خرافات ادامه میدم که میدونید که آقای خامنه ای تو بخشی از سخنرانیاشون با صندل‌های پاره میان میشینن که نشون بدن که من خیلی ساده زیست هستم و خیلی در تجملات نیستم، ولی زیر پایشون رو سعی کردم طلایی نشون بدم و بگم که این فقط یه نوعی نمایش هستش و اینکه ایران رو که دریای خزر رو نصف کردن، یعنی ما الان سهم خیلی زیادی از دریای خزر نداریم، اونو خواستم نشون بدم و خواستم نشون بدم که اینا سعیشون پرتاب ایران در چاه خرافات اون خروجی اون پولهایی هستش که پولهای هنگفتی هستش که صرف تروریسم یا صرف ساخت امامزاده یا هر چیزی در نقاط مختلف کشور از جمله عراق میشه یا تروریست در سوریه، حزب الله، یا میدونید که چین و روسیه نقش خیلی کلیدی دارن در مورد این رژیم و صرف اونها و همینطور پولاشون رو به کشورهای اروپایی یا آمریکایی یا کانادا میفرستن یا بچه هاشون رو میفرستن استفاده میکنن. بعد از اون من خواستم صحنه اعدام رو نمایش بدم که میدونید که یکی از پایه‌هاشون رو بر اعدام گذاشتن، اعدام‌های گروهی دست جمعی که خیلی غم انگیزه. درست کردن این صحنه خیلی خیلی برای من سخت بود و اعدام کودکان، نوجوانان یا کسی که متفاوته. من سعی کردم کمی به نوعی با رنگ ها بازی کنم و خواستم تاریخی رو که با این رژیم وارد شده رو نشون بدم و نشون بدم بیگناهی
سفیدی سمبل بیگناهی یک طفل هستش که اعدام شد، کشته شد و اتفاقات خیلی بدی که همه ما در موردش میدونیم. و اگه از رنگ قرمز و سبز اینجا استفاده کردم، خواستم به نوعی شکوفایی ذهن ها رو نشون بدم که هر ذهن شکوفایی، هر ذهن نگاه متفاوتی اعدام میشه یا به نوعی حذف میشه از جامعه. و خواستم اینجا صورتک واسه بچه ها گذاشتم که نشون بدم که ما باید به بچه هایی که به تماشای اعدام میرن خیلی فکر کنیم، برای اینکه این بچه ها قربانی هستن. در آینده هر جرمی از اینا سر بزنه، این برمیگرده به این صحنه هایی که اینها دیدن، قربانی خشونتی هستن که در جامعه وجود داره. اینجا من خواستم اندیشه های متفاوت رو نشون بدم که در زندان هستن. ایشون مجتهدی هستن که به دلیل مخالفتشون با رژیم حاکم در زندان هستن، و خواستم نشون بدم که آخوندهایی رو نشون بدم که دور دکل نفتی رو گرفتن و هر گونه نگاه متفاوت، اندیشه متفاوت، هر اعتراضی یا در زندان یا مجبور به خروج از کشور هستش. و اینجا خواستم یک روزنامه نگار رو اینجوری نشون بدم، روزنامه نگاری که خطای قرمز رژیم رو رد کرده و در زندان هستش، و ایرانیایی که مجبور به ترک کشور میشن رو خواستم نشون بدم که میان و بین در خروج نیمه باز هستش بروشون و در رو به رنگ نارنجی رنگ کردم به نشانه چراغ‌های راهنمای رانندگی که نه این چراغ نارنجی میگه با احتیاط حرکت کنید، در باز ولی با احتیاط حرکت کنید. و ایرانیانی که بین دو تا دنیا و در و دیوار دیگری درست کردم که در ورود به دنیای دیگر، یعنی دنیای اروپا یا کشورهای دیگر رو نشون میدم اونجا. و خواستم بگم که در ورود به دنیای دیگر خیلی کوچک و تقریبا بسته است، تقریبا غیر ممکنه، و کسانی که میان اونجا در برزخی به نام خارج گیر میکنن، نمیتونن وارد دنیای دیگه بشن و بازگشتشون به ایران با شاید با اعدام، شاید با زندان مواجه بشن. و میدونید که حدود 16 سال قبل از انقلاب، وقتی که قرار بود که به زنان حق رأی داده بشه، خمینی خیلی در این مورد اعتراض کرده بود و متاسفانه 16 سال بعد همین مرد وارد ایران شد و زنستیزیشو ادامه داد، برنامه های زنستیزیشو ادامه داد، که تنها دو هفته بعد از انقلاب اسلامی بود که لایحه حمایت از خانواده رو که در اون حقوق برابر برای زنان قرار داده شده بود رو رد کرد. بعد و به دنبال اون هر نوعی که میتونن بزن به حقوق زن تجاوز میکنن. و اینجا من خواستم نشون بدم که بنابر قانون ارث، بنابر قانون خونبه ها یا دیه، حق زن نصف یک مرد هستش. در مواردی در شهادت داریم ما که دو زن برابر با یک مرد هستن. اینجا ازدواج موقت رو نشون دادم، چیز غیر قابل باور که هیچ کسی نمیتونه باور کنه. با هر کسی در مورد صحبت میکنی شوکه میشه، و وقتی که با روزنامه نگاران در مورد این موضوع صحبت میکردم، فقط در حیرت و ناباوری داشتن نگاه میکردن. که وقتی که گفتم که این از 12 سال شروع میشه، و میدونید که سن ازدواج در کشورهای اروپایی و خیلی از کشورها بالای 18 هستش و زیر 18 سال جرم هستش، و نمیتونستم باور کنم. و اینجا رو جمله علم الهدی رو نوشتم که در خصوص زنان گفته بود که اگر زنان با مردانی که از عراق میایند هم خوابی کنند، ثواب دارد. من با این نمایشگاه خواستم اعتراضم رو به سیاست های جمهوری اسلامی نشون بدم، و خواستم نشون بدم که چرا ما ایرانی ها مجبور به ترک خاکمون میشیم. امیدوارم که تونسته باشم یه بخشی از این رو نشون بدم. با امید ایران آزاد. کردید از زحمات بانو سپیده هستش در نروژ،
که به نوعی ظلم و ستم نظام اسلامی رو به تصویر آورده با عروسک ها و کارهای زیبایی که دیدیشون درست که بچه استقبالی کردن و بسیار عالی است که وقتی ما از سرزمین اون میایم و تصویر ذهنیت ما این بوده که اونجا نتوانستیم زندگی کنیم، وقتی که میایم مبادا فقط به فکر این باشیم حالا بیایم اینجا زندگی خوبی که دوست داریم رو بسازیم، باید به فکر مردممون که توی ایران بودن باشیم. اگر غیر از این باشه اون موقع نمیدونم ما چگونه میتوانیم به اون ماهیت و هویت اصلی انسانیت خودمون حداقل به اون جایگاه نیز برسیم. درود مجدد دارم خدمت بانو سپیده. میخواستم بگم بانو سپیده، اولا سپاسگزار از زحمات و خدمات خوب شما که اجازه دادید که واقعا آنچرا که بنوان یک حقیقت تلخی از نظام اسلامی هست در چشمان نروژی ها نیز بیاد و اونها هم درک کنن این موضوع رو. اما سوال اینه، این عروسک ها رو خود شما درست کردید؟ بله، عروسک ها رو ما حدود 97 عروسک درست کردیم و من و مادرم خودشون برکت بین 3 تا 4 ماه نشستیم رو این پروژه ها و یا آقای نروژی خیلی در مورد تخته ها و بریدن و سنگ و چوب و خیلی چیزایی که من نمیتونستم دره دو اینا کمکم کردم و موضوع جالب این هستش که این آقا واقعا خوشحال بودن از این کاری که انجام میدادم، برای اینکه میگفتن که من فکر میکنم احساس میکنم مفید هستم برای بودن صدای کسانی که نمیتونن صداشون رو به جایی برسونن. واو واو، خدا رو شکر، هللویا. میدونم که مردم نروژ هم جز مردمی هستن که هم در آزادی زندگی میکنن و این حس رو دارن، چون منم اونجا بودم، این حس رو دارن که بتونن بقیه مردم جهان رو ببینن که در آزادی زندگی کنن. مطلبی هست سفیده، چه واکنشی داشتن بازدید کننده های نروژی از این نمایشگاه شما؟ فکر کنم شما در 2 نقطه مختلف نمایشگاه رو برگزار کردین، چه واکنشی، چه ریسپاندی گرفتین؟ تا امروز نمایشگاه رو در 2 کلیسا و 1 شهرداری در نروژ نمایش دادم و در شهر گوتنبرگ سوئد. راستش با کنش ها خیلی جالب بود. من خیلی دقت کردم که نفرت رو نشون ندم تو نمایشگاه، خیلی سعی کردم که توهین نباشه. درسته اینا خیلی زجرآور وقتی که میبینیم، سعی کردم معدنی رو نشون بدم که بیننده اذیت نشه وقتی داره میبینه. و وقتی هم که باهاشون صحبت میکردم گفتم من سعی کردم درد رو نشون بدم به شما بدون اینکه شما درد رو بگیرید به تنتون. واکنش ها خیلی جالب بود. کسانی هستن که بعد از این نمایشگاه شروع کردن به مطالعه راجع به ایران، کسانی هستن که اومدن از من خواستن که اگر پروژه‌های دیگری دارم به هم کمک کنن در این مورد. واکنش ها خیلی خیلی جالب بود و روزنامه‌نگارهایی که در موردش نوشتن خیلی احساساتشون رو درگیر مسائلی که میخواستن بنویسن کردن. خیلی خوشحالم از این مورد، برای اینکه هدف من واقعا ارتباط با مردم کشورها بود، برای اینکه همینطور که میدونیم سیاست مداری کشورهای دیگه از رژیم دارن به نوعی حمایت میکنن و من فکر کردم اگه ما با مردم کشورها ارتباط برقرار کنیم و مردم که عادی بدونن که چی میگذره تو کشورهای ما، میتونیم از طریق این مردم به سیاستمدارانشون فشار بیاریم که دست از حمایت رژیم بردارن و در کنار ما بایستن. درست. برابر برابر. شما موفق شدید که این پل‌های لابیست هایی که بین نظام اسلامی و همچنین دولت نروژ بوده رو بشکنید و اونها آگاه بشن از دروغ‌ها و ریاکاری‌های اونها. آیا شما در کنار این فعالیت‌هاتون فعالیت‌های دیگه‌ای هم دارید نسبت به مردم ما ایران؟ درسته، من عضو سازمان زنان ایران هستم. برابر. عضو اصلی و مشاور حقوقی هستم در این سازمان. برابر. این سازمان در سال 1345 تأسیس شده بود، متأسفانه با انقلاب کارش رو تموم کرد، به پایان رسید، یعنی مجبور به پایان کارش شد، که ما همین سازمان رو با همون اساسنامه دوباره احیا کردیم، ولی خب یه تغییراتی هم داریم بروز میکنیم، درش ایجاد کردیم. و این سازمان سازمانی هستش که فارغ از هر نگرش سیاسی، نگرش مذهبی، هر کسی میتونه عضو باشه و ما میخواییم که این سازمان رو خانه‌ای بسازیم برای همه زنان ایرانی و خیلی خوشحال میشیم که شما آقایون هم
حتما حتما ما حمایت خواهیم کرد و همون گونه که حتما شاید شما مطلع باشید، ما در کلام خدا در کتاب مقدس از همون ابتدا خداوند میگه خدا زن و مرد رو شکل خودش آفرید و هرگز اتفاقا به زن اونجا یک ارجحیتی میده که مرد مطیع سخنان زن باشه، چرا که میگه زن معاونه، یعنی این معاون البته به معنای مشاور، کسی که مشورت دهنده هستش. برای همین هستش که خب میبینیم که در ساینس علمی نسبت به مغز شناسید امروز متوجه شدن که زنان به خاطر اون امتیازات و ویژگی خوبی که نسبت به درک موضوعات اطراف دارن فوکوسشون به 5-6 نقطه میتونه باشه، ولی مردا یکی الادگی اگه بشه دو موضوع هستش. پس خدا زن را آفریده که مشورت دهنده باشه، مشروط بر این که آگاهی و اطلاعاتش نسبت موضوعات خوب باشه بهترین مشورت دهنده میتونه باشه. همچنین در نامه‌ای به نام نامه غلاطیان 3:28 پولس رسول میگه بین زن و مرد هیچ فرقی نیست، هر دو از چشم خدا با ارزش هستند، لذا به مرد میگه که باید جانت رو برای زن بدی و به زن نیز اعلام میکنه که باید اون وفاداریت رو به همسر خودت داشته باشی. پس اینو بدون ما هم کنار شما هستیم خواهر گرامی برای خدماتی که میکنید تا هموطنان عزیز ما زنان ایرانی نیز اون آزادی رو داشته باشن و مطابق آنچه که اصولش هست برای زندگی خوب بتونن در اون روال قدم بردارن. اگر مطلب دیگه ای هست خوشحال میشیم از شما بانو سفیده بشنویم. راستش در آخر اگر اجازه بدید خواهش کنم همه هنرمندان ایرانی در هر کشوری که هستن دعوت کنم به این کمپین بپیوندن. برابر. برای اینکه هنر همیشه همه مرزها رو مینورده، هنر، موسیقی، هر هنری که دارن، نقاشی یا هر چیزی که میدونن سعی کنن با هنر با مردم کشورهایی که هستن ارتباط برقرار کنن، مردم رو آگاه کنن از اون که چی میگذره تو کشور ما. الان زمانیه که ما باید اتحاد داشته باشیم، همینطور که شما گفتید علیرضا نازنین جوونی که هزار یک آرزو برای آیندهش داشته بله. اینطور در زندان کشته میشه. الان زمانیه که ما باید اتحاد داشته باشیم، دست یکدیگر رو بفشاریم، هر کدوم از ما به هر طریقی که میتونیم دست به اعتراض بزنیم. لزومی نداره هم یک کار رو انجام بدیم، هر کس به تواناییایی که داره میتونه یک کار رو انجام مسلم. بده. مسلمه. هم دیگه بگیریم و سعی کنیم در و فراموش نکنیم که دشمن ما این رژیم هست، نه یک دیگر. بله. دست براب. یک دیگر بگیریم و در مقابل این رژیم بایستیم. برابر. بسیار براب. عالی. با سپاس فراوان از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، از شما این قول رو میخواییم بگیریم که در برنامه‌های بعدی نیز شرکت کنید و بشنویم بیشتر در تو فعالیت‌هایی که برای زنان ایرانی دارید. امیدوارم. سپاسگزارم از شما. با بانو سپیده سامی عزیز بودین در نروژ. شما رو به دستان پرفیض خداوند می‌سپارم. خواهش میکنم. موفق باشیم. متشکرم. فیض خداوند با شما باشه. خواهش میکنم. هموطنان عزیز بریم به سلیقه یاسر عزیزم در اتاق فرمان، سرودی رو داشته باشیم و یا کلیپی رو داشته باشیم. در کناری تشویقتون میکنم هموطن عزیز اینا که روی فیسبوک هستید ما رو با دوستان خودتون شیر کنید تا نسبت به مطالبی که شنیده شد، چه از کلام خداوند که باعث امید هست و چه آگاهی نسبت به کشور عزیزمون ایران، دوستان شما نیز بهره میگیرن. بریم برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود، همچنین با مهمان دیگری در آلمان. اسما میگم سردار سپاه ما عیسی، او خدای جنگ از آن خداوند ما است، سردار سپاه ما عیسی، او خدای جنگ
برنامه امید جاودان هستید. هموطنان عزیز سپاسگزار هستیم که ما رو پذیرفتید تا مهمان مناظر شما خوبان باشیم، و اگر روی فیسبوک هستیم بازم تشویقتون میکنم لطفا ما رو شیر کنید با دوستان خودتون، لطفا روی یوتیوب هم ما رو سابسکرایب کنید. روی یوتیوب ما کشیش رسول حیدری هستش، میتونید برید ما رو سابسکرایب کنید تا موعظه های یک شنبه رو شما عزیزان و یا برنامه های خاصی که داریم رو بتونیم براتون بفرستیم. همچنین اگر مایل هستید دست یاری بدید در نظر مالی به ما، میتوانید برید روی سایت ما pwoc.church pwoc.church و اونجا به شما اون صفحه رو نشون میده که از نظر مالی اگر لطف کنید دست یاری ما بدید، ما بتونیم این خدماتمون رو گسترده کنیم. به طور خاص خیلی میل به این داشتیم که میتوانستیم به عنوان یک شبکه مسیحی روی ماهواره باشیم، چرا که با توجه به اینکه تمام شبکه‌های مسیحی برنامه‌گذاران بسیار خوبی دارن و می‌دونم که حضور خدا و روح خدا با مدیران اونجا و خادمین اونجا هستش، اما ما حقیقتاً یک شبکه کاملاً متفاوت هستیم، چرا که سعی کردیم که شبکه تلویزیونی ما واقعاً تلویزیون باشه و این نگاه رو نداشتیم که بگیم کلیسا باشه. خدا رو شکر میکنیم برای کلیسا، اما ما تلویزیون هستیم. تلویزیون به نظر من نمیتونه کلیسا باشه. پیام کلیسا رو ما میتونیم بدیم، ولی هر شب به رأی و انتخاب آقای یاسر عزیزم که تخصصشون ایشون این هست به عنوان کارگردان فیلمساز و فیلم های بسیار خوبی رو انتخاب میکنن، هر شب ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس ما فیلم های بسیار فیلم سینمایی بسیار خوبی رو داریم و در کنار اون برنامه های متفاوت سرگرم کننده داریم و همچنین از خادمین معلمین کتاب مقدس با از این نیز استفاده کردیم و استفاده میکنیم که بتواند نسبت به کلام خداوند اون آگاهی رو بده. پس برنامه متفاوتیم و درباره ایران نیز ما صحبت میکنیم و شوخی هم نمیکنیم، محکم صحبت میکنیم و از کارشناسان استفاده کردیم، کنشگران سیاسی استفاده کردیم برای آگاهی و نظری که ایشون میتونن بدن، این افراد میتونن بدن که بتونه ایرانی ها رو متحد کنه، اپوزیسیون رو در اتحاد قرار بده با دعاهایی که ما میکنیم تا شاهد سرنگونی نظام اسلامی باشیم. پس تشویقتون میکنم هموطنان عزیزم، اگر خواهان آزادی ایران هستید، نجات ایران و ایرانیان هستید، دست یاری به ما بدید و روی سایت ما برید pwoc.church و اگر مایل هستید با ما در تماس باشید. می توانید به شماره تلفن های 818 716 4 0 818 699 16 15 تماس بگیرید، مسیج بذارید و حتما با شما عزیزان نیز ما در تماس خواهیم بود. بشنویم از شما. گویا دوست ما به خاطر مشکل فنی نمیتونم ما باشم، بله؟ من سعی کردم که تماس بگیرم، احتمالاً مشکل اینترنت میتونه باشه چون اصلا جواب ندادم. من فکر کنم که بعد بذاریم برای یک برنامه. بله، مهمان خیلی خوبی رو داشتیم از یکی از ایماندارا. ایماندارا بودن که اومدن آلمان و یه سری مشکلات هست، میخواستن اونا رو مطرح بکنن. که
امیدواریم هفته آینده به فیض خدا. میدونیم که شرط پناهنده پذیری توی دنیا به طور خاص برای ایرانی ها الان بدترین موقعیت خودش رو داره. از این رو ما هرگز به هیچ کس دیگه پیشنهاد نمیدیم از ایران بیاید بیرون، چون بسیار شرط سخت هستش. براتون در دعا هستیم، هر خدمتی هم که دست اون برات کوتاهی نخواهیم کرد. نمیدونم تا چه مقدار میتونیم شما عزیزان رو در این رابطه دستگیری کنیم، خدمت کنیم، اما باور بفرمایید اینقدر شرط سخت شده که روزی نیست که من نشنوم یک هموطن عزیزم، چه مسیحی و چه کسی که به هر حال فعال سیاسی بوده، دیپورت نشده و یا دیگه خسته نشده برگشته. ما ایمان داریم که به زودی شرایط ایران تغییر میکنه. آمین آمین. و دیگه نیازی نیست، ما خودمونم در صددیم که برگردیم. بله آمین که برمیگردیم، آمین که برمیگردیم. دوستید میگفتش که من تا حالا حلیم نخورده بودم و یه روز به من گفتن حلیم میخوای بخور. گفتم حلیم چیه؟ گفت منو برداشت برد صبح زود. گفتم وای صبح زود چرا من از خواب بلند میکنی؟ گفت منو صبح زود برداشت برد دیدم کبابیه. گفت راستش اون بوی کباب از شب گذشتم اونجا پیچیده بود. اصلا گفتم با این چه حلیمیه؟ نگاه کردم دیدم طرف داره دارچین میزنه. دارچین ها. گفت بابا میخوام مثلا دارچین دوست ندارم، این حلیم دارچینه. گفت به هر حال وقتی نشستم دیدم متوجه شدم قصه حلیم چیه، فهمیدم نه چقدر خوشمزه و خوبه، فقط دارچین نیست، گوشت داره، گندم داره که از شب قبل کوبیدن و و و. عزیزان سیاست اینگونه نیستش که ما داریم ظاهرش رو نگاه میکنیم، اخبار ظاهر سیاسته و میتونه همش عذر میخوام دروغ باشه، میتونه همش دروغ باشه، همه ریا باشه، سیاست دیگه. متاسفانه ما وقتی من و برادرم بهروز صحبت از سیاست میکنیم، سیاست کلام خدا صداقته، در راستی صحبت کردن هست، اما سیاست تو دنیا متاسفانه میتونه دروغ باشه. پس هوشیار باشید به دو تا خبری که به گوشتون میرسه از فلان پرزیدنت از ایران، شما غافلگیر نشید، با این اخبار بالا پایین نشید. یک اخبار هستش که ما باید به اون گوش کنیم و اون اخبار رو خدا میده و کلام خداوند میگه ظالم نمیتونه ماندنی باشه، ظالم سقوط خواهد کرد و ما ایمان داریم، برای همین ایستادیم. ما ایمان داریم این نظام اسلامی سرنگون خواهد شدش. حالا ترامپ روال خودش و دولت‌های دیگه دارن این عذر میخوام این گونه میگم این جانور وحشی رو توی گوشه رینگ دارن میبرن، هی اونم حمله میکنه، دارن میبرنش اونجا تا تسلیم بشه. سعیشون اینه که بدون جنگ انجام بشه، میبرنش اون گوشه تا اون بگه من تسلیم هستم. اگر تسلیم نشد خب بالاخره دو تا بوکس میذارن تو صورتش دیگه میفته ولو میشه تسلیم میشه. الان سعیشون اینه. ولی تو هم وطن عزیزم شما هم سهمی دارید، ما دعا میکنیم، اما دعای ما هم عزیزان این گونه نیست دعا کنیم، دعا میکنیم هدایت بشیم و بتوانیم با هدایت درست به حکمت نیز عمل کنیم. دقیقا. آمین آمین. میخوایم یه نگاهی بکنیم بی زحمت؟ من اینا آماده کردم، سپاسگزارم. در واقع آیه هست در رابطه با علت جنگ و دعوا. بله جنگ دو بفهم بس بفهم بفهم. نامه از کتاب یعقوب هست، باب 4. بسیار عالی بسیار عالی. عرض به حضرت اجازه بدید من نقد کنم. خواهش کنم. باب 4 و از آیه 1 من براتون میخونم. پس نامه یعقوب داریم میخونیم عزیزان، نسبت به دعا هست باب 4. ببینیم چه مطلبی رو یعقوب داره میگه. میدونیم یعقوب برادر عیسی مسیح بود. بله. علت جنگ و دعواهای شما چیست؟ آیا علت آنها آرزوهای ناپاکی نیست که در وجود شما منزل دارند؟ خب ما اینو میبینیم کاملا اینو نظام اسلامی 40 ساله با این مردم داره میجنگه. 40 ساله داره میجنگه. اون جنگش با مردم شروع کرده و مردم متاسفانه ملت ما همیشه این گونه نبوده. خیلی موقع مثل سال 88 و سالهای دیگه که خود منم جزء کسایی بودم که معترض بودم، حتی تیر خوردم در این رابطه. پس ما اعتراض کردیم ولی این اعتراض پیوسته نبوده، مدام نظام اسلامی جنگیده و ما کمتر جنگیدیم، ما بیشتر دفاع کردیم و این کار خوبی نیست. به طور خاص الان هموطنان عزیز دفاع تموم شده، الان زمان جنگه. بله. در حسرت چیزی به سر میبرید که ندارید،
پس دستتان را به خون آلوده می‌کنین تا آن را به چنگ آورید. بله. در روزهایی چیزهایی هستین، در آرزوی چیزهایی هستین که متعلق به دیگران است و شما نمی‌توانین داشته باشید. متأسفانه اسلام در طول 1400 سال این گونه فکر کرده، هر کجا حمله کرد فقط برد. بله. یعنی یه یاغی بود، به عنوان یک یاغی اومد اموال ثروت تمام اون جوامع رو برد، به طور خاص آرامش مردم رو گرفت، شادی انسانها رو گرفت، حکمت انسانها رو گرفت، یعنی اون خرد رو. امیدوارم به عزیزان مسلمان بر نخوره، چرا که ما صحبت از ایدئولوژی اسلامی میکنیم، ولی شما میبینید که این معلمین اسلامی گاهی نوعی تعالیمی رو میدن که همش خرافه است، همش خرافه است. از اینجا هستش که من یه جمله‌ای که دارم میگم، قسم به مسلمان ها نیست اما ایدئولوژی اسلامیه، که میگم اسلام خرد رو از مریدان خود میگیره متاسفانه و از این معلمینش گرفته. ولی یه مسلمانی که هنوز نرفته تحقیق کنه نمیدونه، اگه تحقیق کنه بلافاصله اون نیز از اون باور در میاد. بله. پس به جنگ و دعوا میپردازین تا از چنگشان بیرون بکشین. علت این که آنچه میخواهید ندارین این است که آن را از خدا درخواست نمیکنید. پس چقدر خوبه در کنار تلاش فعالیت هامون ما اول خدا رو بشناسیم. این خیلی مهمه، من خدای حقیقی رو بشناسم. کلام خداوند میگه خدای حقیقی یهوه هستش. در کتاب مقدس اشاره میکنه کوروش بزرگ یهوه خداش هست، خشایارشا یهوه خداش هست، داریوش یهوه خداش هستش. پس خدای حقیقی رو داره معرفی میکنه. بله. وقتی هم که درخواست میکنین خدا به دعایتان جواب نمیدهد، زیرا هدفتان نادرست است. خیلی بله ببخشید، خیلی مهم هستش که هموطن عزیزم، امروز برای آزادی ایران ما داریم دعا میکنیم. به عنوان یه شخص که توی اپوزیسیون هست، اگر من برفرض خدا میگم من به فکر این هستم ایران آزاد بشه، من بشم مسئول فلانجا، رئیس فلانجا، وزیر فلانجا، این نیت بدیه. حالا من این رو شخصی کردم، اگر سازمانی هست، گروهی هست که میگه رژیم عوض بشه ما فقط حاکم باشیم، این نیت بده. اگر با این نیت داریم میریم جلو، مثل همین الان هست که داریم میبینیم، هیچ اتحادی متاسفانه نمیتونه آنچنان که لازم هست بین اپوزیسیون باشه، چرا که تمام سازمان ها و گروه ها فکر میکنن حق با اونها هستش، پس رهبران اونها باید جایگاه رتبه بالا رو توی کشور آینده، توی دولت آینده ایران نیز داشته باشن. پس بنابراین باید اول نیت هامون رو پاک کنیم، باید طوری نگاه کنیم که هموطنان عزیزم همه رو در نظر بگیم. یکی از دلایلی که من درباره شاهزاده همیشه صحبت میکنم، چرا که میبینم شاهزاده رضا پهلوی هرگز صحبت از این نمیکنه که من میخوام پادشاه بشم، من میخوام رئیس جمهور بشم، من میخوام رتبه بالای مقام دولتی رو داشته باشم. ایشون میگه رأی مردم، و اگر تمام اپوزیسیون این گونه فکر کنن مسلما تاثیرپذیر خواهد بود. این اتحاد ایجاد میشه که ما بتونیم حتی دعاهامون تاثیر داشته باشه. عزیزان ما دعا میکنیم این نظام اسلامی سرنگون بشه که به فیض خدا کشور ما آزاد بشه. انتخاب بعدیش دیگه رأی مردم هستش. اگر من رأیم امروز شاهزاده رضا پهلوی هستش، این رأی شخص من هست، اما این رو هرگز به کسی نمیخوام تحمیل کنم. بله. شما فقط در پی به دست آوردن چیزهایی هستید که باعث خوشی و لذتتان میشود. شما همچون همسران بیوفایی هستید که به دشمنان شوهرشان عشق میورزند. سپاسگزارم. مرسی. همین آیات ادامهش هم داره ولی چون وقت نداریم. پس هموطن عزیزم، یکی از مبانی که میاد اجازه نمیده دعای ما برای آزادی ایران اجابت بشه همین هستش که من خود محوری میکنم، میخوام من باشم، سازمان من باشه، گروه من باشه، ایده من باشه، و اینجا آسیب میزنه. از این رو هستش که عرایز من رو به رهبران تمام اپوزیسیون هست، خواهش میکنم بیایم اندیشه کنیم فقط برای آزادی ایران، و میدانیم آزادی ایران عزیزان زمانی ایجاد خواهد شد
که ما بتوانیم یک دل باشیم و بعد از سرنگونی نظام اسلامی ما بیایم اندیشه کنیم که در آینده مردم ما چی میخوان. اون آگاهی رو حتما باید بهشون بدیم، اون اطلاعات رو باید حتما سازمان ها یا اپوزیسیون ها گروه ها بدن تا مردم اون آلترناتیو درست و مناسب رو انتخاب بکنن برای رئیس. و ما از الان ما نمیتونیم بگیم ما چی میخواهیم. بهتر هستش که همون گونه که شاهزاده رضا پهلوی گفته بارها، این رو بعد از سرنگونی بزنیم. توی پرانتز یه موضوع دیگه میخوام عرض کنم. دیدید که خب 14 نفر در ایران فعالین سیاسی اعلام کردن که ما خواهان استعفای رهبر هستیم. مواظب این بازی ها باشید. با احترامی که من به همین 14 نفر میذارم، عزیزان، ما خواهان فقط سرنگونی نظام اسلامی هستیم. رهبر چی رو استعفا بده؟ ما اصلا چی کارش داریم؟ رهبر باید سقوط کنه، باید بیفته جلوی این مردم، باید توبه بکنه، استعفا بده. اینا که 14 نفرن، 14 میلیون ایرانی هم رأی بدن، ایشون از روی صندلیش تکون نمیخوره. دنبال این بازی ها نباشید. اپوزیسیون مواظب باشید، هوشیار باشید. اپوزیسیون دنبال این بازی های جمهوری اسلامی نرید. نه اینکه این 14 نفر از طرف جمهوری اسلامی هستن، خیر، ولی میتواند خط دهندگان از طرف جمهوری اسلامی باشن. فقط و فقط اندیشه برای سرنگونی نظام اسلامی بکنید که کاملا این نظام اسلامی باید سرنگون بشه. و اینم بدونیم وقتی که ما داریم درباره ایران صحبت میکنیم، عزیزان، درباره نظام اسلامی داریم صحبت میکنیم، عزیزان، نظام اسلامی تقویت و قوت و انرژیشو از خود شیطان میگیره. شیطان مانع هست، حتی شیطان میخواد مانع دعای ما بشه که ما داریم میگیم سرنگون بادش. و این یک حقیقتی است، حالا بگیم تلخ هستش. اگر لطف کنید کتاب دانیال 10 رو بیاریم. دانیال زمانی که میده در حضور خدا دعا میکنه، ما اونجا شاهد هستیم که اتفاقی میفته و فرشته میاد به دانیال سخن میگه. امروز ما داریم دعا میکنیم، شیطان از دست ما ناراحته، شیطان از دست کشیش رسول و در بهروز ناراحته، از دست کلیسای پرستندگان مسیح ناراحته، چون تنها کلیسایی است و تنها خادمینی هستن دیگران هم البته، میان میگن سرنگون باد این نظام اسلامی، میان نهیب میزنن. همونگونه که عیسی مسیح به روح شریر نهیب میزد، فریسی ها وایستاده بودن، فریسی ها نمیتونن کاری بکنن. ما داریم نهیب میزنیم تا این نظام اسلامی که از طرف شیطان هست بیفته، ولی بقیه دارن سکوت میکنن و شیطان از سکوت اونها خوشحاله، از داد و فریاد و دعاهای ما بسیار خشمینه و میخواد مانع بشه، حتی باعث آزار ما میشه. چرا که من هر روزه میشنوم که عزیزانی میگن بعد رسول شما صحبتاتون خوبه، مطالبتون خوبه، اما راستیتش اگه درباره ایران سخن نگید ما میام کلیساتون، اگه درباره ایران سخن نگید تو تلویزیونتون سرنگون باد، ما کمک مالی میکنیم. نمیخوام کمک مالی کنیم، نمیخوام کلیسا بیاید. عیسی مسیح نیاز به مردان و زنان غیور و آزاده داره که بیستن، مانند همین خواهرمون سپیده که اومد، میبینیم که رفته توی نروژ، تو کشوری که ایشون میتونه همه امکانات خوب زندگی داشته باشه، یه کشور سوسیالیستی هستش، چه لزومی داره بیاد این فعالیت ها رو بکنه؟ اون آتشی که در وجودش هست و آتش قوت آزادی مردم ایران هست، اجازه نده ایشون سکوت کنه. یک بانو ایرانی دلیرانه ایستاده برای ایران و نمایشگاهی رو گذاشته و اومده به تصویر کشیده جنایات جمهوری اسلامی رو، و وای بر ما که از ایران اومدیم فقط به فکر این هستیم یه خونه خوب داشته باشم، ماشین خوب داشته باشم، بیزنس خوب داشته باشم. چگونه داریم فکر میکنیم؟ میخوایم ایران آزاد بشه؟ ایران این گونه آزاد نمیشه، هرچند کشیش رسول هر روز داد بزنه سرنگون باد نظام اسلامی. باید این اتحاد، باید این یکدلی باشه، چون شیطان در برابر کلیسای پرستگان مسیح ایستاده، شیطان در برابر خادمینی که کنار رسول ایستادن اوستاده میخواد اذیتشون بکنه. به ما خیلی حمله میشه، به ما حمله هایی میشه که به ندرت به کشیشا و خادمین فارسی زبان میشه، مگر اونها هم کنار ما بیستن. بدون تعارف تعارف نداریم. الان بیشتر خدمات شده خدماتی که تو کلیساها حالتی شده مثل شغل شده دیگه، یک روال عادی گرفته. اگر کشیشی خادمی نمیگه سرنگون باد نظام اسلامی، درباره ایران صحبت نمیکنه، من شک دارم که تو دلش دلسوزی ایران باشه. باید با غیرتی که روح القدس ما داده سخن بگیم.
اگر سخن نمیگیم پس عذر میخوام داریم ریا میکنیم. نظام اسلامی رو دوست نداریم اما بهش چی نمیخوایم بگیم. ما میدانیم که دشمنه ما نظام اسلامی هستش، هموطن عزیزم، اما وجود او رو شیطان گرفته و باید نهیب بزنیم تا این شیطان از ایران دور بشه. بله؟ از کتاب دانیال باب 10 از آیه 12 میخونم. سپس او گفت ای دانیال نترس. منظور اون فرشته است، داره با دانیال صحبت میکنه. دانیال روزها در دعا بوده اما هیچ اتفاقی نیفتاد، یعنی دعاش اجابت نشد. مثل ما که الان داریم به راحتی بکنم، بالای 2 سال شد. بله. داریم برای سرنگونی، حتی ما فعالیتامون رو داشتیم. من از ابتدا از 14 سالگی من فعال بودم، اما توی آمریکا هم که اومدم فعالیتم رو داشتم. ما 2 سال نیست داریم درباره ایران صحبت میکنیم، از ابتدا سخن گفتیم، اما 2 سال داریم مشخص کردیم سرنگون با نظام اسلامی. حقیقتا تو این 2 سال اتفاقای بزرگی بر علیه نظام اسلامی پیش آمده. بله؟ ای دانیال نترس، چون از همان روز اول که در حضور خدای خود روزه گرفتی و از او خواستی تا به تو فهم بدهد، درخواست تو شنیده شد. ما بارها توی کلیسا همین هفته گذشته ما در دعا و روزه بودیم و توی منازلی که رفتیم توی خود کلیسا ما مدام دعا کردیم، برای مردممون دعا کردیم، برای نظام اسلامی هم سرنگونی خواستیم و دعامون هم ادامه داریم میدیم. بله؟ و خدا همان روز مرا نزد تو فرستاد، اما فرشته‌ای که بر مملکت پارس حکمرانی میکند 21 روز با من مقاومت کرد. که اون فرشته از طرف خدا نیست، اون فرشته بر علیه خداست، صحبت از شیطان داره میکنه. شیطانی که بر علیه خدا و اراده خداست، بر علیه ایرانیان هست و الان همون شیطان هست که این نظام اسلامی رو نگه داشته، تقویتش میکنه. شخصی مثل خامنه‌ای رو بهش چنین، نمیتونیم بگیم از کلمه قدرت و اقتدار استفاده کنیم، ولی یک چنین موقعیتی داده که بیسته، خیرگی کنه، چرا که به مالش و به قدرتشون دارن الان اندیشه میکنن، با اون قدرت میخوان بمونن. بله؟ و مانع آمدن من شد. سرانجام میکائیل، یه حتی مانع آمدن اون فرشته خدا شده. بله؟ سرانجام میکائیل که یکی از فرشتگان اعظم است به یاری من آمد. بله. و من توانستم به اینجا بیایم تا به تو بگویم که. ولی تو این فاصله دانیال بازم دعا میکرده. بله، هموطن عزیزم، ای فرزند خوب خدا، ای ایمان داره مسیح، که شاهده به این هستم که میری آیات زیبای کلام خدا رو مینویسی، خدا از تو انتظار داره تو هم کلام زیبایی داشته. تو روح القدس رو داری، تو روح القدس رو داری، تو باید بدونی چگونه باید با شیطان بجنگی. آمین. جنگیدن با شیطان فقط این نیست که ما آیات رو بیاریم. عزیزان قرار نیست ما مسیحیای پشت ویترین بشیم، خیلی هوشیار باشیم. دنیا داره ما رو نگاه میکنه، دنیا داره ما رو نگاه میکنه. مبادا که مثل گاندی که اعلام میکنه میگه من مسیح رو دوست دارم، مسیحی ها رو دوست ندارم. مبادا که ما در ایران افرادی داشته باشیم ببینن خب ما بی تفاوتیم، افراد دارن کشته میشن توی زندان، بی تفاوتیم، دخترها داره به توسط سیاه پاسداران روبوده میشن از ایران، فروخته میشن به کشورهای عربی، بی تفاوت هستیم. صحبت از جنگ و این همه بیدادگری و فقر و فساد، ارزون ترین کالا توی ایران مواد مخدره، ما بی تفاوت باشیم، میگیم فقط ما دعا میکنیم. تو چه دعایی میکنی؟ من دعا میکنم خداوند دشمنم رو برکت بده. دبیا، یعنی دعا میکنی خامنه ای برکت بگیره. درست کلام خدا میگه برای دشمن خود دعا کن، اما نوع دعات باید مشخص باشه. هموطن عزیزم قرار نیست که تو بگی من با اون برکت میدم، چون دعای تو قدرت داره. چرا این گونه دعا میکنی؟ دعا کن خداوند رو ملاقات کنه، ملزم کشه توبه کنه و در غیر این صورت خداوند نظام اسلامی رو سرنگون کن. این گونه دعا کنیم، هوشیار باشیم عزیزان. پس ما به مسیح ایمان آوردیم عزیزان، عطایا فقط این نیست تو دست رو مریض بذاری شفا پیدا کنه، معجزه بشه، نیازت برطرف بشه، بلکه خرد و حکمت. وای بر ما مسیحی اگر این حکمت و خرد رو نداشته باشیم. و از این حکمت و خرد آزادی میاد، غیرت میاد، دلسوزی میاد و راهی به ما دیز داده میشه برای اینکه به اون هدف برسیم. بله؟ و من توانستم به اینجا بیایم تا به تو بگویم که در آینده برای قومت چه روی خواهد داد. زیرا این رویا مربوط به آینده است. آمین. سپاسگزارم. مرسی. چون برمیگرده به اینکه باید توضیح بدیم، خیلی هم زیبا هست. البته میدونیم که دانیال یکی از انبیایی هستش که در رابطه با
آینده پیشگویی کرده و حتی در کتاب مکاشفه اشاراتی نیز به مطالبی که در کتاب دانیال شده میکنه و تشویقتون میکنم کتاب دانیال رو بخونید، بسیار کتاب خوبیه. کتاب مکاشفه هم بخونید لطفا. اتفاقا ایماندارا اکثرا روی کتاب مکاشفه یه خورده ضعیف عمل میکنن، چون میبینم بعضی از چیزها رو متوجه نمیشن. بهتون قول میدم هموطنان عزیزم اگر عمیق نگاه کنید براتون تفسیر میشه. در غیر این صورت ما در خدمتتون هستیم. کتاب هایی هستش که معلمین کتاب مقدس فارسی زبان زحمت کشیدن و میتونیم این کتاب ها رو به شما معرفی کنیم، اما کتاب مکاشفه رو لطفا بخونید، بدونیم که روزها روزهای آخر چگونه خواهد بود. همین روزها روزهای آخر هستش. سپاسگزار هستم از بدن بهروز، از آقای یاسر عزیزم برای دست همکاریشون، کارگردانیشون و از تک تک شما عزیزان، همچنین مهمان برنامه بانو سپیده که نروژ بودن، سپیده سامی عزیز که لطف کردن با ما بودن. شما هم وطنان عزیزم رو به دستان پرفیض خدا میسپارم. بازم تشویقتون میکنم لطفا روی سایت ما برید برای عضویت در سازمان پیشتازان صلح که برای ایران اندیشه میکنه، برای آبادانی ایران، برای سرنگونی این نظام اسلامی اندیشه میکنه. دست همکاری، دست یاری ما بدید و به هم کمک کنیم که بتوانیم به فیض خداوند ایران آزاد عزیزمون رو هرچه زودتر شاهد باشیم. فیض و برکت خداوند ما پیوسته با شما خوبان باشد و بماند تا ابد الاباد. آمین آمین آمین. فقط عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو تو قلبمه. دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو اینم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو. چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشام همش به راته. خدا به هم نگاه کن، امیدم به نگاته. دلم دست به دعاته، چشام همش به راته.